کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از تلاش های تیم بین المللی تحقیق درباره جنایت اسپایکر تقدیر کرد. تیم بین المللی رسیدگی و تحقیق درباره جنایت اسپایکر با کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق دیدار کرد. این کمیسیون در بیانیه اعلام کرد محمد رضا الهیدر رئیس کمیسیون با تیم بین المللی برای تحقیق در مورد جنایت اسپایکر دیدار و از تلاش انجام شده از سوی این تیم تحقیق برای اینکه همه جهان چهره واقعی سانی های تندرو و گروه روسیه داعش را بشناسند تقدیر کرد آل هیدر با ابراز تأسف درباره به شهادت رسیدن هزاران نفر در این جنایت تاکید کرد کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان برای همکاری با تیم در راستای موفقیت در کار و تسهیل مأموریت خود همکاری کند او در این دیدار از جامعه جهانی خواست در خشکاندن منابع تروریسم به ویژه مخفیگاه های این گروه های تروریستی که به دنبال بی کردن امنیت عراق و جهان هستند نقش مهمی داشته باشند رئیس تیم تحقیقات ویژه جنایت اسپایکر که وابسته به سازمان ملل متحد است تشکر و قدردانی خود را از این جلسه و همکاری مشترک کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق ابراز داشت و خواستار برگزاری سایر جلسات به منظور هماهنگی فعالیت مشترک شد در جنایت اسپایکر که بین تاریخ 12 تا 15 جوان 2014 میلادی از سوی سنیه های تندروی داعش انجام شد بیش از 4000 هزار دانشوی دانشکده نظامی اسپایکر در تکریت عراق رو بوده شده و دانشجویان سنی از شیعه جدا سازی شدند سپس بیش از 1700 نفر از دانشجویان نظامی شیعه که غیر مسلح نیز بودند به دست عناصر داعش با شلیک گلوله به شهادت رسیدند چند ماه بعد از آزادی تکریت در مارس 2015 اجساد بسیاری از آنان در گروه های دست جمعی و در اطراف این شهر کشف شد و در عین حال هنوز از سرنوشت تعداد بیشماری از این دانشجویان جوان شیعه خبری نیست.